پاسخ رسمی به یک چالش در کشور اشتغال اتبا مانعی ندارد. به گزارش تهران خبر به نقل از خبر آنلاین علی باقری درباره وضعیت اشتغال اتباع در کشور و اینکه قانون جدیدی در خصوص آنها اخذ شده است اظهار داشت برای آن دست از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند مشکلی نیست به گزارش تهران خبر به نقل از خبر آنلاین علی باقری درباره وضعیت اشتغال اتباع در کشور و اینکه قانون جدیدی در خصوص آنها اخذ شده است اظهار داشت برای آن دسته از اتباع که ورود و حضور آنها در کشور قانونی بوده و به صورت پناهنده در کشور شناسایی شدند یا در طرحهای آمایشی وزارت کشور مدارک شناسایی را دریافت کردند و همچنین اشتغال و بهرهگیری از خدمات آنها از سوی کارفرمایان ایرانی در مناطق و مشاغل مجاز مورد نیاز بوده و هست مجوز کار موقت صادر شده است وی تاکید کرد این روال کماکان ادامه دارد و تغییر خاصی در این حوزه رخ نداده است بر اساس بخشنامه جدید اداره اشتغال اطباع خارجی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که در اردی بهشت 1403 به ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اطباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ 11 میلیون و ریال است. ماده 11 قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند به این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف از درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر اساس تعرفی که به تصویب هیئت وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند. در بند جیم این ماده قانونی آمده است که به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور وزارت تعاون کار و امور اجتماعی مکلف از کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار میگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد بر پایه این گزارش درآمد حاصله به درآمد عمومی نزد خزانداری کل واریس خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوا کنند. از اینکه در این سرویس خبری با ما همراه بودید جهانی سپاس.